فقط یک روز تا برگزاری یک انتخابات مهم. برخی ها امیدوار به یک انتخابات سالم، شمار دیگر اما پیش بینی یک انتخابات پرتقلب. انتخابات ریاست جمهوری شش میزان افغانستان را به کدام سو خواهد برد؟ به برنامه امشب خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه آقای محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، خانم رحیمه ظریفی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، آقای غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان، و خانم محبوبه سراج، فعال حقوق زن و عضو شبکه زنان افغانستان هستند. مهمانان بسیار خوش آمدین به بحث. خانم ظریفی، با شما آغاز بکنیم. آخرین جزئیات آمادگی های شما و انتخابات شش میزان چی است؟ تشکر بسیار زیاد. از طریق رسانه شما احترام تقدیم میکنم مردم با عزت افغانستان و مهمانای عزیز. آخرین بحث ها یا کارهایی را که ما در تایملاین انتخابات داشتیم، بحث انتقالات بود، بحث استخدام بود، بحث ساختن یک سایت جدید بود که یوزرهای از دور کاندیدای محترم و کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشه که یوزرها را کمپانی در ملوک ساخته. هر آن چیزی که سرور در هر یک ساعت اما سقف رای که چقدر رای شده او در اختیار کمیسیون قرار میگیره، در عین زمانی که در کمیسیون قرار میگیره که ما در روز یک آزمایشی هم دیدیم و یک بحث با عذاب سیاسی داشتیم، متاسفانه نسبت کمی تایم دوستان اکثر تا نتونستیم که دعوت بکنیم یا مجالس دیگه داشته باشیم. ایره ما آزمایشی همی مرحله رسیب همی سایت جدیدی که اونا ساخته بودن اما مراحلش عملا از او یعنی دیده شد از نزدیک با حزب سیاسی و بس انتقالات بود که در سطح ولایت زیاد گفتیم که مردم با عزت افغانستان خبر داره. انتخابات کابل شروع شده در سطح ولسوالی‌ها و مراکز و تقریبا در حدود 340 ولسوالی از طریق هوا و زمین مواد انتقال شده. راپور است کمی لحظی که من از کمیسیون میبرامدم در سراسر افغانستان و چیزی بسیار مهمه که انتخابات ما را مدیریت انتخابات کمک میکنه، بس همون اعتبارنامه یا کارتایی که برای ناظرین و مشاهدین داده میشد، تا همین اکنونی که من طرف شما میامدم در حدود بیشتر از 133,000 امی اعتبارنامه های مشاهدین و ناظرین برای کاندیدای محترم، نهادهای مدنی، رسانه ها، مشاهدین بین‌المللی، احزاب سیاسی و کاندیدای محترم توزیع شده که هنوزم جریان داره و احتمال داره که تا سبا دیگر شما می جریان داشته باشه. همین آمادگی های اخیر است. آموزش کارمندان و استخدام کارمندان چگونه؟ بله، آموزش کارمندان امی فقط اطلاعات بسیار اپدیت تازه است. تقریبا از استخدام به ما که اطلاع دادن که هنوز در آب بودم در حدود بیشتر تر از 188,000 و در حدود 190,000 تقریبا یک دمی بین کارمندان تعیین شده، استخدام صورت گرفته و بخش آموزش هم دو مرحله تکمیل شده. مرحله سوم برای افراد احتیاطی هنوز استخدام کارمندان باقی مانده، یعنی یک شمار دیگه هم باید استخدام شوند. درست یا خیر؟ بسیار یک تعداد محدود، به خاطر که ما در حدود 200,000 افراد در روز انتخابات به حیث کارمند موقت استخدام میکردیم. یعنی هنوز اگر 190,000 باشه 10,000 باقی مانده. اجازه بدید، در حدود 190,000 وقتی که تعیین میشه با ما بحث مراکز بسته داریم، مراکز تعدیدی بلند داریم که شامل از او هم میشه به او خاطر. و همچنان بحث بسیار مهمه که ما در این انتخابات نیاز ندارین به کارمندان بیشتر، احتمال داره برای فردا هم ما داشته باشیم، ولی فردا در همین وقتهای روز ما آخرین استخدام آموزش امر در اختیار مردم افغانستان از طریق رسانه‌ها در اختیار قرار خواهد دادیم و اجازه بدین بحث آموزش که کمیسیون مردم افغانستان یک چالش بزرگ بوده انتخاب گذشته، حتی دو دور آموزش ها صورت گرفت و دور سوم که همین اکنون هم جریان داره بحث کارمندای احتیاطی است که در تمام مراکز معلات ما باید کارمندای احتیاطی آموزش دیده داشته باشیم که در صورت چالش و مشکل از او باید استفاده شود. داریم بله آموزش دادن تا حال در مجموع کارمندایی که در حدود 190,000 تعیین شده اینا آموزش دیدن، اما بخشای مربوطه البته بخشای مربوط تماما آموزش شده و ما آموزش احتیاطی هم در چند روزی آخر داریم در جایی که فرضاً یک مشکل پیدا میشه با یک کارمند باید از کارمندای احتیاطی آموزش دیده استفاده شه. یعنی همون لحظه که شما یک کارمند را استخدام میکنین آموزش هم میتین؟ امیر چطور قبول بکنیم؟ آمارها در این روزها متفاوت بود، حالا شما آخرین آمار را دادین 190,000.
در یک روز آموزش داده؟ نه، آموزش دورهای مختلف داره. ما براتون گفتم دو دور آموزش ما تکمیل شده. آموزش بس بایومتریک است که او شامل مامورین بایومتریک است، رؤسای محل و مراکز است و همچنان کارمندای احتیاطی دو بر میگیره. خانم ظریفی، کارمندای تمام کارمندای استخدام شده در تمام بسایی که به اونا نیاز است و طرز العملایی که نیاز است به اونا تشریح شده و یا بس بایومتریک است، اونا آموزش دیدن و کارمندایی که فعلا زیر تحت آموزش هستن که امروز هم جریان داره و فردا هم کارمندای احتیاطی است. بسیار تشکر. آقای عبدزاده، حرف های خانم ظریفی را شنیدین. کمیسیون انتخابات چقدر آماده میدانین به برگزاری انتخابات شش میزان؟ بسیار تشکر. سلام خدمت شما میهمانان گرامی و همچنان بینندگان عزیزتان. اگر قرار باشه ما در سه مرحله تقسیم کنیم کار انتخابات، که مرحله قبل از انتخابات و روز انتخابات، همچنان بعد از انتخابات. در قبل از انتخابات ما قبلا رو برایشون موفقیت تبریک گفتم، زحمت کشیدن، اینا تلاش کردن. اما روز انتخابات و بعد از روز انتخابات دو مرحله بسیار اساسی است که ما با کمال احترام این دوستان را ناتوان میبینم، و دلیل از این که روز انتخابات با ترکیبایی که ما در تکتای انتخاباتی میبینیم، با تهدیدات امنیتی و مشکلات تکنیکی دیگه که ایشان و همکارانشان زیاد در اول مسئولیت نداشتند، که وابسته به ثبت نام رای دهندگان است و انتخاب مراکز هست که بنیاد روز انتخابات اون ثبت نام و ارزیابی مراکز رای دهی قرار میده، و در اوج اگر کم توجهی صورت گرفته باشه، به این معنی که میتونه تمام تلاش های از اینا زیر سوال بره. که کم توجهی صورت گرفته؟ ما خوشبختانه دیروز یک بحث بسیار مفصل تکنیکی داشتیم، با یک محاسبه در تیفا انجام دادیم. ما وقتی که تعداد رای دهندگانی که در لیست است مقایسه کردیم با تعداد نفوس ولسوالی ها ولایت، متاسفانه ما یک تناسب دقیق در تعداد از ولسوالی ها نتونستیم. امروز شما در اعلامیه تان هم گفتن دقیقاً یک نمونهش ولسوالی خاک جبار بود که اوجا 14000 نفوس داره، ولی شما میبینید که 18000 رای دهنده هست. این فقط یک نمونه هست، و در بعضی از ولایت مثل لوگر که ما یادداشتم پیش خود دارم، شما در انتخابات پارلمانی میبینید که رقم پایین و تعداد مقالات کمتر در نظر گرفته شده. اما در این دور ما میبینیم که تقریبا تعداد محلی که به 13 محل بود، این به 37 محل افزایش پیدا کرده، و اوراق رای دهی که اختصاص داده شده بود در انتخابات پارلمانی او زمان 1181 بود، و در این دور تقریبا 1360 13600 برگه رای دهی اختصاص داده شده برای ولسوالی و به این مرکزی که در انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفتن. ما یک محاسبه بسیار تکنیکی انجام دادیم، شاید بسیار وقتگیر باشه و بعضی وقتها مفهوم هم برای اعتدادی که در جریان است و نمیفهمه همین محاسبه را مفهوم رای نکنه، چون اساس کار لیست رای دهندگان هست که تا هنوز هم شریک نشده. برای من رای دهنده یک سوال است که اگر ما، چون قبلا نمی اشتباه شده بود انتخابات پارلمانی، اگر ما برم در محل های نام هست نیست، امی برای ما تفکیکش مشکل خواهد بود. اینا اگر قبلا نشر میکردن دلالشون قابل درک است، اما اگر نشر میکردن حداقل ما میتونستیم از روز انتخابات از بی‌نظمی ها جلوگیری کنیم. ما تاکید میکنم که قبل از انتخابات اینا زحمت کشیدن، ولی اساس کار اینا نگذاشتن، اساس کار کسای دیگه گذاشتن، و زمان هم کمک نکرد با همکارای جدیدم که حداقل یک پاکسازی کنن و امو اساسات بیشتر روش کار شه، تا اینکه ما در روز انتخابات با همچون مشکل واجه نشیم. شما امروز اعلامیتان از عدم آگاهی از استفاده از وسایل بایومتریک در مراکز رای دهی هم یاد کردین، در حالی که خانم ظریفی برعکسش هم میگن. اینا ترنینگ های داشتن را نمیتونیم نایده بگیریم، برعکسش اینا نمیگن، اینا فقط کاری میگن، چیزی رو میگن که انجام دادن. اینا بیشتر از او صحبت نمیکنن. اگر بسیار دقیق در موردش قضاوت کنیم، ببینید وقتی که آموزش شما برای اعتداد بسیار بیشتر آموزش میتین، و رای دهنده نیاز به آگاهی داره. اگر رای دهنده نفهمه که همی وسیله بایومتریک استفاده میشه و چگونه استفاده میشه، وقتی که بره در محل برش سوال برانگیز است. یکی از دلایلی که در انتخابات پارلمانی استفاده بایومتریک به چالش مواجه شد می بود، آگاهی وجود نداشت و تصمیم به این گرفته شد که قصدن از وسایل بایومتریک استفاده نشه. اگر خراب باشه این عدم آگاهی، باز هم یک مانع شه برای استفاده ابزار بایومتریک، میتونه یک سردرگمی را ایجاد کنه در روز انتخابات برای دوستان ما در کمیسیون، و اینا نتونن تصمیم بگیرن و مجبور هستن که اون محل آرایش به اعتبار اعلان کنن، چون اساس کارشون
شاید امی استفاده ابزار بایومتریک باشه. در شرایطی که خانم ظریفی از اینکه 190 هزار کارمند آموزش دیدن اشاره کردن، ولی شما در اعلامیتون میگین کمبود کارمندان آموزش دیدن. ما میخوایم چند مورد اولی که در انتقالات ما امروز یک جلسه با وزارت داخله داشتیم. ما تقریبا یک دو ساعت میشه که از جلسه تمام شد اومدم و جای دیگه رفتم. هنوز انتقالات تمام نشده. یک فردا وقت داریم، امیدوار هستم که پس نمانند از تصمیم اوقات و انتقالات صورت بگیره در سطح ولسوالی ها و مراکزی که پیش از پیش تعیین شده. این انتقالات باید تمام میشد به اساس اسکیجولی که در نظر گرفته شده بود، باید هر چیز زودتر تمام میشد که متاسفانه از اسکیجول خود یا تصمیمات خود پس موندن. مسئله آموزشی که خانم ظریفی اگر من شما میکنم تصحیح کنین، تا تاریخ 5 شما انتقالات را ادامه میدین، درست؟ یعنی فردا هم شما وقت دارین. در سطح 34 ولایت، در سطح 33 ولایت فقط انتقالات کابل فردا هم جریان داده و یک تعداد معدود در سطح ولسوالی ها دیگر انتقالات تکمیل است. همین که من میگم 340 ولسوالی فقط انتقالات کابل جریان داره که فردا تکمیل میشه و یک تعداد معدود جای دیگه که ماندم. انشاءالله ما فردا انتقالات در سطح عمومی وقتی که صورت گرفته کاملا تکمیل است. یعنی میخوام بفهم اساس تقویم یک روز وقت دارین؟ بله یک روز وقت داریم. ما انتقالات دلیلی که مسئله رو مطرح کردم، امیدوار هستم که خانم ظریفی شخصی نگره، ما اطلاعاتی که بعد از آوردیم میخوایم براتون بگم. وی وزارت همچنان نگرانی خودم رای کرده این مورد که انتقال کار ساده نبود. واقعا انتقالات به ولایت صورت گرفته، به مرکز ولایت، از مرکز ولایت به ولسوالی ها و بالاخره به قریه و مراکزی که موقعش مشخص است چالش برانگیز بوده و امیدوار است، من امیدوار به خاطری هستم که فردا تمام شود. اگر نشه ممکن که مراکز و محلاتی که در نظر گرفته شده که در روز انتخابات رای بدن، اگر نشه اونا از یک خود محروم میشن و نمیتونن آماده رایگیری و رایدهی در روز انتخابات باشن. و شاید امکان داره که انتخابات به روز دوم بره اگر این گونه شده، انتخابات صورت نگرفته باشه، آماده نباشه. امیدوارم که به روز دوم دم یک روز تمام شه، چون اگه به روز دوم بره به اینا واقعا خیلی سخت تمام میشه، به خاطر که امو اعتبار و امو اعتماد و بالاخره اما قاعده حقوقی که وجود داره بس برش دلایل ایجاد کردن که کمک کنه و یک زمینه باشه برای از اون مسئله خیلی دشوار خواهد بود. من این عملی نمیدونم، امیدوارم که کار نشه. اگر میشم امیدوارم که کمیشنرهای محترم برای از یک رای گنجشکک یا یک قاعده حقوقی برش انتقالات درست انتخابات را ما را به روز دوم برای ایره برتان اطمینان میتونم. خب مثلا در یک مرکز یک محل مواد اساس نیست، خب میره دیگه. ما برتان شما بونین که فردا تکمیل شود، فردا شام اران بحثی که بود با مردم افغانستان شریک میکنیم. باز وقت پیدا میتیم. تشکر ادامه این برنامه پس از وقفه کوتاه. به ادامه این برنامه خوش آمدید. آقای ناصری، شما حرفای آقای عیب‌زاده و خانم ظریفی را شنیدین، فکر میکنین همه چیز آماده است به برگزاری انتخابات شش میزان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام احترام خدمت جناب عالی رئیس عیب زاده، خواهر ما ظریفی و خواهر بزرگ ما سراج صاحب و همکاران محترم تکنیکی و تمام بینندگان محترم شبکه، من قبل از اینکه بیایم به سوال مطرح شده از طرف جناب عالی، نسبت به سه تا ارگان پیام دارم. یک، کمیسیون محترم انتخابات جدا تقاضامندم که بی‌طرفی خود را حفظ بکنن، با هم تعهد ملی که داره اینا سرنوشت مردم را باز خدا اینا خواستم مثل کمیسیون های قبلی که قطعا تعهدشان پابرجا باقی بمانه و بی‌طرفی خود حفظ بکنن. نهاد دوم و عبارت عزیز که کاندیدان محترمان، کسانی که با هم دیگر رقابت کردند، از اینا خواهش دارم که باز به بهانه های واهی نتیجه انتخابات خراب نکنه، نتیجه انتخابات بپذیره، چون وقتی که اصلی به اصطلاح سیستم قبول کردن، رقابت کردن، کاندید کردن و تمام زحمات فرزن 149 میلیون دلار مصرفی از انتخابات میشه، گپ ساده نیست و از جیب مردم افغانستان میره، که من خواهش میکنم از اینا که باز به بحث های به اصطلاح کوچیک و خرد مردم افغانستان گروگان نگیره. و نهاد سوم، ملت عزیز افغانستان و مردم سراسر کشور هستند، از اینا تقاضامندم که با حضور گسترده خود بتوانند هم حاکمیت ملی مطابق با ماده 4 قانونی
اساسی رو واقعا تمثیل بکنن با تمام موانع و چالش هایی که هستن اینا بیاین تا تصمیم بگیرن به حول قوه الهی که از این وضعیت دشوار کنونی بیرون بریم با همه که به اصطلاح حق مدنی خود استفاده بکنن. آمدیم در قسمت سوالی که جناب عالی مطرح فرمودین، بدون تردید ما در افغانستان زندگی میکنیم، جنگ ها در ولایت ها در ولسوالی های متعدد جریان داره. اگر ما بیایم بگیم که مطابق یعنی انتخابات مطابق استانداردهای بین المللی و شناخته شده از قبیل آلمان، انگلستان، آمریکا یا کشورهای خاور میانه و امثال ذلك اونایی که امنیت دایر میشه، قطعا انتظاری بیجا خواهد بود. چرا؟ به علت از اینکه وقتی که موانع وجود داره مسلمه که اون موانع باز به اصطلاح تاثیرات منفی خود سری روند انتخابات میگذاره. با تمامی ازی همونطوری که خواهر ما ظریفی صاحب اشاره کردن، ما امیدوار هستیم که اینا موفق بتانه یک مدیریت خوب را نسبت به کمیسیون های قبلی در این زمینه به عنوان یک اعاده حیثیتی که به اصطلاح و به عبارت دیگر اعتمادی که ملت افغانستان سخت اعتبار از دست داده و بی باور شده، انشاءالله ما آرزوی موفقیت میکنیم که نابتان کارهای اساسی و بنیادی را انجام داده باشه و بدون تردید در انتخابات پیشرو چالش های متعددی وجود داره. از جمله فرزند ما و شما دیدیم در بیانیه های متعدد با کمال تاسف به اصطلاح نیرویی که او فقط و فقط میخواهد قدرت از دریچه اسلحه و امثال ذلك بگیره طالبا تهدید کرده، اخلال خواهد کرد. ولی ما امیدوار هستم که همه ماها دست به دست همدیگر داده و همی زحماتی که به فرزند ما دست هر یک از نیروهای مختلف امنیتی و نهادهای امنیتی را میبوسم. همی لحظه ای که آمدیم به چندین چک پوینت به فرزند ما برخوردیم، ما را استاد کرد، ما می احترام داریم، چراغ موتر خود روشن کردیم، خود نشان دادیم که ما به اصطلاح به کجا میریم، به کجا نمیریم. در این قسمت هست که یعنی زحماتی که کشیده میشه. آخه نصری، بس امنیت بس جداگان نیست. شما گفتین امیدوار هستین، ولی جدای از امیدواری چه توانایی های میبینین واقعا در وجود مدیران انتخاباتی، متصدیان امور انتخابات که مردم امیدوار شوند به ای که بله اینها میتونن اگه انتخابات سالم برگزار بکنن؟ ما نسبت به کمیشنران محترمی که فعلا بر سر کار هستن، اینا افرادایی هستن که به اصطلاح نسبت به کمیشنران محترمی که قبلا کار میکردن اینا تخصصشان بیشتر هستن و تلاش هایی رم صورت داده و تا هنوز معلوماتی که اینا قبل از اینکه ما طرف شبکه بیاییم وقتی که از بعضی شبکه ها به اصطلاح اطلاع گرفتیم و اینا با صراحت اعلان کردن که این بخش که کارها صورت گرفت، این بخش کارها صورت گرفت و بدون تردید. این به معنای از این نیست که 100% کمیسیون یک ظرفیت کامل کامپلیت را داره برای برگزاری انتخابات. به همین دلیلی که مثلا نهاد را قبل از به عنوان مقدمه ای ورودی در پس به اصطلاح خواستیم که تشویق بکنیم که این کارها مسئولیت ما هم مسئولیت داریم و 24 ساعت اگر ما بیایم منفی بافی بکنیم و غیر از اینکه فرضاً فضاهای منفی ایجاد بکنیم ای کمک نمیکنه به انتخابات. درست. ما باید به علاوه که در که افغانستان زندگی میکنیم، وظیفه و مکلفیت همه ما هست که واقعا چالش ها رو در نظر گرفته، در این حال وظیفه ای که مربوط با ما هست به عنوان شهروندان افغانستان وظیفه بسیار مهم است. تنها وظیفه کمیسیون محترم انتخابات نیست. کمیسیون محترم انتخابات در بخش مدیریتی و اجرایی از او به اصطلاح تعهد داره در قبال سرنوشت مردم افغانستان که قطعا به همین اساس است که ما یک بار دیگه تاکید میکنیم که اینا امیدوارم که یک امتحان خوب بده و با یک چهره های خوب نسبت به گذشته ها بتانه به اصطلاح مسئولیت خود را انجام در این حال بدون تردید چالش های وجود داره. ظرفیت های کلانی اینجا ضرورت است که او بخشی از اونها را تکمیل کرده اینا و بخش دیگریش باید با هم به اون بخشی که باقی مانده میشه به یکی دو تا اشاره بکنید. چه چالش عبارت عزیز فرزند خواهر ما ظریفی صاحب اشاره کردن که فرزند 190,000 نیرو اینا آموزش داده. این کار بسیار دشوار است. یکی از چالش هایی که روز شنبه با او روبرو میشم سر ساعت یک با کمال تاسف و عبارت عزیز که اون نمونه نیروهایی که از طرف کمیسیون محترم استخدام شده به خاطر بسیار کار برد بایومتریک بازم بالاخره دچار مشکل خواهیم شد که ایره بدون تردید شما در بحث تردید دارین به اینکه واقعا این شمار آموزش دیده باشه داریم که بلکه معتقد هستم که بخشی از اینا ناکام است.
درست. تشکر روی این صحبت خواهند کرد خانم ظریفی. ولی خانم سراج، شما چقدر متصدیان برگزاری انتخابات را آماده به برگزاری انتخابات می دانین؟ والا ما راست بهتان بگویم، من در این سمه بسیار گفته نمیتونم، بخاطر از اینکه یک مقدارش اگر بگویم نظر به شواهدی که است که خب مثلا ترینینگ برشان داده شده، سامان های نواست، شکر کمشنر های موفق تر داره، مال فامیده هستن، تمام از ایگه پا، اما رقمی که وکیل صاحب گفتن این بندست بسیار مسائل دیگه است که باید تمام از این مسئله انتخابات همطور یک پس دیگه اینا حصه دارن که بتانن باز ما انتخابات درست داشته باشه. بله، چه مسائله؟ مثلا اولی که از خود کاندیدا، مسئله کاندیدا بر ما به حد و اندازه چیز باعث پریشانی است، بخاطر از هر کدام از این کاندیدا زنده باشن فیصله کردن که اینا رؤسای جمهور افغانستان هستن، هر کدامشان، و هر کدامشان اعلان کردن که ما رئیس جمهور هستیم و اگر کس دیگه بخواه رئیس جمهور شوه ما هیچی را قبول ندارم. شما خوب این فلسفه را اول فکر کنید. این یک قسمتش. قسمت دوم امی خود مسئله امنیت از این مملکت، برای کمی که روان استیم خدای نخواسته یک انفجار یک چیز دیگه یک جای شوه، یه نقطه نظر روحی سر مردم که میان و رای میتن چی رقم یک تاثیر خواهد کرد، این خاموسانیه یک مقدار زیادی از چیهایتان بسته میکنه و خلاص انتخابات خلاص میشه. سیومش خود مسئله ما مردم افغانستان دیسه انتخابات اینا به حد به اعتبار شدن که مطلقا دیگه براتان باور کنین که اینقدر هم بگوین نایتبار نداره. اما دوابن از نمه قرمنجنیق کلانی که ما گیر مانده، ما باید یعنی بسو کوشش ها شده که اقلا بتانیم امیر یک اصلاحات شبر بوجود بیاریم، مردم ها ترین شدن، معلومات ها شریک شد، کمیسیون ها کارهای خود کردن، اما قدره که زورشان میکشه تریننگ ها شد، امیدوار سیم چیز نتیجه بته. این حال باقیش راستی برتان بگویم، بغیر از اینکه ما بگویم دعا کنیم، ما دیگه کدام چی دیگه نمیبینم، بخاطر از اینکه هر طرف کسل میکنم بدل میگرده که والا. اما مسئله مهمترین دیگه چیست؟ ما این انتخابات به حد و اندازه ضرورت داریم. این حال ما نمیفهم که امی خود اینمی مسئله چقدر بر مردم افغانستان رسانده شده که نمی انتخابات چقدر اهمیت داره، برای اینکه تا بال چیزی که درباره از انتخابات بر مردم افغانستان گفته شده و غیر از مکم گلون خدا پاره کردیم و گفته رو است از روز اول، باقی دیگه کسای دیگه یه رقم وضعیت میکنن که اگر هر دفعه درباره انتخابات گپ بزنی تو طرف یک کس رو میگیری. ولی از خدا قرآن مقصد ما تو نیست، مقصد ما از این نیست که ما بسیار یکش دوست دارم دیگه کمتر دوست دارم دیگه زیادتر و دیگه بالاتر، نه. این مسئله سرنوشت ساز افغانستان است. ما ذریعه زمی انتخابات یا یک سیستم را که نو شروع شده، یک دموکراسی جوانه، یک دموکراسی که خودم تو جان کنده میخواه یک نجات بده، برای که باز ما دیگه بدیل دیگه نداریم برش راستی که باز ما را به یک زندگی امیدوار بسازه. اینه میره ما میخواهیم که نگاه کنیم و برای ما مجبور استیم یک مقدار کارا را کنیم. اینا رو خدا کنه که همه گید به هم دست بتن و همی کارا بکنن دیگه. بله، دخنه شما بباری یاد کردن، در صورتی که کارمندا استخدام شدن، آموزش دیدن، موارد دیگه وجود داره، خانم ظریفی گفتن مثلا یوزر ترتیب میشه به هر نامزد، هر اطلاعاتی که به کمیسیون میرسه، بله، هر اطلاعاتی که به کمیسیون میرسه به کاندیداها میرسه، بله. تمامش برای شفافیت است. این بار از بایومتریک به شیوه دیگه استفاده میشه، نرم افزار تغییر کرده. اینها فکر میکنین چقدر کمک میکنه به اینکه باور مردم عاده شود؟ اینا دیگه اینا از پیش از این مردم ما راستی اگه ما امیال توقع داشته باشیم که اینا باور بکنن پیش از اینکه نتیجه رو ببینن، امیام دیگه از خواهش زیاد است از این مردم. اینا فقط چند ما میشه که از یک انتخابات بی‌معناترین بشریت دیر شدن که عبارت از انتخابات پارلمانی باشه. ما تو یک چیز مسخره به زندگی خود نیده بودم، اینا و دنیا هم نیده بود، و اینا را ما شما دامن از این واقعیت قرار دادیم، بود گفتیم که والا اون مردم نیستن، مردم ها تغییر دادیم، اما یک مقدار سامان ها نیستن، اونا رو هم تغییر دادیم، سیستم ها نیستن، اما اونا رو مکمک تغییر دادیم، اینا رو باور کنه. پس چی میشد باید؟ خب این کارهای ممکنه بله، که میشد مگر اینا خب باید یک چیز ببینن، یک نتیجه رو خب ببینن که باز بتانن سر از او باور کنن. چطور ما اینا رو بگوییم که بیاین باور کنین برای اینکه ما بسا مردم های خوب هستیم؟
خود گفتن که نه، به نظر من شما اون مردم هستین که پیشتر بودین. اینال ما باید نتیجه رو ببینیم که امیدوار هستم که امی انتخابات بتونه اون مسئله رو ثابت کنه برشان که نه، سیستم انتخابات افغانستان تغییر خورد. بینمی مقطع زمانی یک تغییر عمومی به وجود آمد و آل بادزی ما یک انتخابات شفافتر میتونیم. درست. توانایی مدیران تازه انتخاباتی در مقایسه با کسانی که حالا در زندان هستند، پنج سال زندان محکوم به مجازات شدند، شما چگونه ارزیابی میکنید؟ نیست یک فعال خود زن، نیست یک خانم سرشناسی که مردم میشناسند، زنان هم از شما حرف شنوی دارند؟ ما از این که رؤسای اردو کمیسیون امیال زن هستند و اونا ما نامیده که نگرچه که کمیسیون است و باید امرای شراکت این مسائل از اینا باید فیصله شود، مگر ما راستی بسا خوش هستم که اردو از اینا زن هستند. به خاطر زن بودن از اینا، اینا راستی به یک چالش بر از اینا یک چیز دیگه، یک مسابقه است اینجا که اینا باید ثابت بکنن که اینا از مردها و از دیگرها بهتر میتونن که مدیریت کنن. بسیار تشکر. بعد از وقفه ادامه میدیم. بسیار تشکر. ادامه برنامه پس از وقفه. به ادامه برنامه خوش آمدین. آخه ابزاده، در کنار مواردی که گفته شد، چند تا مسئله مهمه که امکان تخلف در انتخابات فراهم می‌سازه، کدام هست؟ خب اول اجازه بدید که از وزیر صاحب داخله تشکر کنم، به دلیل اینکه امروز ما یک اعلامیه دادیم، نگرانی خود از پلیس مطرح کردیم، یک جلسه فوق العاده داشت با قماندان امنیه و این مسئله را هشدار داد. و خوب است که نهادهای مثل ما همین وظیفه است که اگر یک مشکل اجاب میبینه و یا نگرانش سرای کنن تا نهادهایی که مرتبط است متوجه بسازه. و خواهش ما از کمیسیونی است که اگر دوستای این مسئله را مطرح میکنن یا بسیار خوش باشن که حداقل کسایی هستن که به عنوان آینک دوم نگاه میکنن به قضیه و اینا را برشان رهنمود رای میکنن. ما سه مسئله را میخوایم روش تمرکز کنم که روز انتخابات و بعد از انتخابات تا چه حد میتونه مدیریت شد با چالش مواجه کنه. در کنار از اینکه ما آرزو دارم که انتخابات کامیابترین انتخابات باشه، ای آرزوی من است، آرزوی هر وطن است، هر کسی که احساس داره، و این یک آزمون بسیار بزرگ است و امیدوار هستیم که ما بریم به طرف مشروعیت حکومت ها. اما سه مسئله ای که ما حداقل 14 15 سال میشه کار میکنم، مسئله اول که دوستان با ما شاید موافق باشن، قاعده برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری متاسفانه یک قاعده درست نیست که نهادی نشده. انتخابات 2004 مصلحتی بوده، انتخابات 2009 متاسفانه بر اساس یک معامله سیاسی بوده، انتخابات 2014 بر اساس یک معامله سیاسی بوده. این قاعده برنده شدن متاسفانه یک بنیاد بسیار خراب داشته برای انتخابات ریاست جمهوری. امیدوار هستیم که ما اونمو توانایی و ظرافت ذکاوت بریزی داشته باشیم که قاعده ای که در سه دور تطبیق شد در این دور نشود و این بسیار خطرناک است. شاید مقصر کمیشنرها نباشند، ولی قاعده که وقتی که در جای یک قاعده یک اصول نهادی نشود، خیلی دشوار خواهد بود که دیگر بخشا بتانه جای از او را بگیره. این کار سیاسیون و نخبای سیاسی است که امیدوار هستم که عادت خود تغییر بتن. این به یک عادت تبدیل شده که کی رئیس جمهور شد و امیدوار هستم که در این انتخابات عادت خود تغییر بتن و این بتانه یک موفقیت بسیار بزرگ بر ملت افغانستان باشه. درست میخواین بگین که حتی اگر کسی با رأی مردم رئیس جمهور شوه اعلام نمیشه؟ متاسفم، ما چرا ما کمیسیونی کار میکنن؟ دوستان با ما موافق هستن که قاعده می بود درست از انتخابات های گذشته؟ این قاعده باعث شده که نهادها رو به اعتبار بسازه. 2014 اگر نه دور اول خوب کار کردن کمیشنرا، آدم نمیتونه این رد کنه. در انتخابات 2009 کار خوب صورت گرفت همین قسم ده. ولی قاعده رو بسیار خراب اینا بنیادش نهاده. درست. مسئله دوم چیه؟ مسئله دوم مدیریت افراد در سطح ولایت. ما با کمیشنرا احترام دارم، ولی اینا مدیریت افراد در سطح ولایت کردن نمیتونن. وی تعداد افرادی که اینا استخدام کردن، نه از بی‌طرفی از اینا تصمیم کردن میتونن، نه ظرفیت از اینو تضمین کرده میتونن. در سطح ولایت ولسوالی ها تکه‌داری خاص ما داریم، قدرت های ولایتی و سطح ولسوالی داریم، حتی به حکومت مرکزی گوش نمیده و ما این عملی نمیبینیم که با کمیشنرهای محترم در اینجا گوش بده. خیلی از خرابی ها در انتخابات پارلمانی در سطح ولایت انجام دادن، هیچ کدامشون با محکمه کشانده نشد. مدیریت افراد در سطح ولسوالی و ولایت یک چالش خود بود. امیدوار هستم که بازم کمیسیون برای آمادگی داشته باشه. مسئله سیوم، چیزی که خانم ظریفی میگه در مورد نتیجه، ما بزرگترین دغدغه ما می است که ما ملت افغانستان بتونه با یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنه. یکی چگونه
سوال اصلی همی است. فرض کنین ما افزار بایومتریک استفاده میشه، اینا آفلاین است، آنلاین نیست. تا جایی که من خبر دارم وقتی که اینا آفلاین است نیاز به زمان دارد تا تمام دیتا داخل سرور شه. وقتی که داخل سرور شد چند تا کیوری یا چند تا امو شاخصه های ایجاد میشه که امو دیتا را فیلتر کنه و امو خوب و بدش تفکیک کنه، دپلیکیت شه و تمام مشکلاتی که داره او کسی که در بخش کامپیوتر میفهم خیلی راحتی را میتونه بلد باشه. یک کاری که مشکل است به نظر ما که ما اون مو ظرفیت نمیبرم به جز اینکه خود کمپانی در ملوکم که اگر زیاد بالاش اعتماد نداریم همین مسئولیت را بگیره. کلمه دیتا را اعتماد ندارین به کمپانی؟ خب یک شما تلویزیونتون سب دارین از برنامه ها در ملوک وقتی که قرارداد امضا میکرد ما هیچ وقت طرفدارش نبودیم، چون از آدرس اومده بود بدون از اینکه یک بر رقابت داده شه این پروژه. این مستقیم اومد رابطه ای که با رئیسات جمهوری داشت قرارداد گرفت و در برنامه تو ثبت است. قرارداد گرفت و مسئولیت دوش گرفت، امضا کرد و شروع کرد کار خود بدون از اینکه بره به یک رقابت حداقل امتحان شود که نمی در ملک چقدر کمپانی بی‌طرف است، چقدر میتونه کار با کیفیت انجام بده. در یک دو سه کشوری که ما تستش کردیم ما رابطه داریم و عضو شبکه جهانی هستیم فیفا، متاسفانه در دو کشور کار درست انجام نداده بود. ما در اون زمان شک داشتیم که کمپانی از یک پروسه شفاف نامده. ما طرفدار از این بودیم، مهم نیست که کمپانی ایس یا بی، به این دلیل ما بالای کمپانی شک داشتیم. همه مدیریت دیتا یک کار دشوار خواهد بود. ما با کمال احترام در ظرفیت این کمیسونی را نمی بینم، جز اینکه همین کمپانی در ملوک یا چند نفر دیگه که پیدا شده که اونمو تخصص و اونمو مهارت داشته باشه و این دیتا را در یک زمان کوتاه مدیریت کنه. یک چیز نایده نگیرین که اعلان نتیجه اگر طولانی شه شک تردید نسبت به اعلان نتیجه بیشتر میشه. ولی بودستان با ما موافق هستن. ما بازم تاکید میکنیم که فعالیت های قبل از انتخابات کمیشترا ما تبریک میگم برشان تلاش کردن، اما روز انتخابات و بعد از انتخابات ما بسیار پرچالش میبینم. امیدوار هستم که دوستا بتونن به همکاری دیگه نهادهایی را پیش ببرن. تشکر. خانم ظریفی، شما نگرانی های آقای عیب‌زاده را شنیدین، مدیریت افراد در ولایات و ولسوالی ها، مدیریت دیتا پس از ختم پروسه رای دهی و همونطور تناقض بین نفوس و تعداد رای دهنده در بخش اول آقای عیب‌زاده اشاره کردن. تشکر بسیار زیاد. در یک پروسه عملیات که در یک روز 200,000 کارمند او کار میکنه و ما ناگزیر هستیم که از مردم افغانستان باید ایره انتخاب کنیم. فکر میکنیم که ضمانت افراد هیچ نهاد کرده نمیتونه بجود از عملی که او انجام میده و بعد از اون نهادهای عدلی و قضایی تصمیم میگیره که چی باید بکنه. به خاطر یک هشدار، به خاطر متوجه شدن کارمندای روز انتخابات، ما در عبدی سرطان فیصلی را صادر کردیم. 400 نفر از افرادی که در سطح افغانستان در تقلب گسترده انتخابات 97 دست داشتن، اونا به ساران مالی معرفی شدن. ضمانت افراد فکر میکنیم که در هیچ نقطه دنیا کس کرده نمیتونه. ضمانت افراد گپ خوب از نگاه چکای امنیتی و موضوع بایومتریک و این گپا هست، ولی کسی که عملی را انجام میده بعد از انجام عملش سرش قضاوت میشه. آقای عیب‌زاده بسیار کوتاه، اساس یک ترجمه قرار بود شما افراد بایومتریک کنین کسی که استفاده میشه کار کردین. یک اجازه بدین. دو، ما تا چند انتخاباتی که من شاهد هستم ناظر هستم ما افراد را در لیست سیاه شامل کردیم. درست است شما البته شامل کردیم. بله. ما هیچ وقتی تا همین لحظه نتونستم پیدا کنم، با ارگان های مرتبط هم تماس گرفتم که نیمی افرادی که داخل لیست سیاه کدام ها هستن و سرنوشت از یا به کجا رسیده. یک لیست سیاه تهیه میشه ولی بعد از اتمام هر انتخابات او لیست ناپدید میشه و به طرف انتخابات جدید که میریم باز درست. افراد دوباره داخل شده. ما بسیار به اطمینان به عیب‌زاده صاحب میگم و به مردم افغانستان میگم لیست 400 نفر شما میتونید از کمیسیون و از سرانوالی دریافت بکنید. بسیار به صراحت براتون میگم درست، ولی که ما این کار کردیم. کارمندایی که استخدام شدن بایومتریک کردن بس کارمندای خب همین بعضی جزئیات تکنیکی را میگذاریم به بحث فردا شام خود. ما دقت خود کردیم از کدام مجرا باید انتخاب شون و چگونه باید آموزش ببینن. گپ اصلی ممان در هیچ نقطه دنیا ما فکر نمیکنم با وجود پیشرفت ها با وجود امنیت تامین امنیت صد فیصدی دارن. چرا با فردا شام بگذاریم؟ من میخوام بس خود خلاص بس خود خلاص میکنم. فکر میکنیم که هیچ عملیات 100% موفقیت نداره با چالش های نامنی که در افغانستان موجود است، با سطح سواد پایینی که ما داریم و 200,000 کارمند جدا هست، کارمندای دائمی و کارمندای دیگه ما ضرورت داریم و چقدر در این نیروهای امنیتی شریک است، مردمایی که رای میتن، یک عملیات بسیار بزرگ است. ما این تایید میکنیم که چالش های خرد و بزرگ پیش روی ما خواهد آمد، ولی در حل چالش ها
رهبری کمیسیون، نهادهای امنیتی در مجموع میتونه ما را کمک بکنن، به خصوص مردم افغانستان میتونه کمک بکنه. بزرگترین تصمیمی را که در کم کردن بحران میتونه که بگیره جدا از چالش امنیتی مردم افغانستان است. توجه به این پروسه بکنه. ولی ما پاسخ خود نگرفتیم، کارمندان بایومتریک شدن یا نه؟ اینا میره بحث خوده که تا چقدر سر از این کار دقیق صورت گرفته، ما در بحث فردا ان شاء الله با مردم افغانستان خود گفتیم. و ها بدیم در بحث خاک جبار که چیز ایوبزاده صاحب گفتن که 14000 نفوس داره و در حدود 18000 رای دهنده. خب اینا ما یک سوال میکنم که دقیق این ثبت اول نفوس شما 14000 گرفتین و 18000 از کجاست؟ این یک نمونه و مثال است یا دههای دیگه اش است که امرای ما شریک میسازین؟ ما چالش های یافته خوده پس دوباره میریم به کمیسیون، گفتیم یک عملیات بسیار وسیع است و تقریبا اشتراک 9.6 میلیون نفوس است که اگر حضور پیدا کنن یا کمتر از او، وقتی که حضور پیدا میکنن، وقتی که این رقم نقاط پیدا میکنن، خوب است که ایوبزاده صاحب هم با ما شریک بکنن. ما لست انتخابات یا واتر لست از انتخابات قبلی داشتیم. درست. دو کار بزرگ را کمیسیون انجام داد، نظر به مسئولیت، صلاحیت وظیفوی، امکانات تکنیکی و بشری، تسعیه و جلوگیری از بعض تکرار، که فقط ما 4% تانستیم. یک لست کاملا با همه چالش ها و مشکلات ها. و هیچ گاهی ما از مردم افغانستان پنهان نکردیم، هیچ گاهی. آن چیزی که داشتیم 10 بار از طریق تریبیون رسانی شما با مردم افغانستان نه همین 8 میلیون تلاش فرد 9.6 میلیون 4% ما تانستیم که تسعه نه لستش کجاست نشر نکردیم. میایم براتون میایم نشر شده. 4 فقط 4% ما تانستیم که تسعه بکنیم. یک، تمام لست مراکز، لست محلات و لست که همین ما 9.6 میلیون میگیم، او در سی دی آر رای شده به کاندیدای محترم، به احزاب سیاسی، اجازه بدین، بله، به احزاب سیاسی و به سایت خود کمیسیون نشر شده و از طریق مطبوعاتی گفته شده. و یک بار ما این لست در جریان ثبت نام تقویتی در محلات بند کردیم که اعتراض زیاد مردم آمدن در اونجا تصحیح شدن و محلاتشان تغییر دادن که بوره با هر قام و از طریق مطبوعات و مردم افغانستان، یعنی لست 9.6 میلیون تن در وبسایتتون هست؟ بله بله، در سیدی رایت شده و کاندیدای محترم ارسال شده تا اونا بفهمن که در کدام سایت است، در کدام محل است. بله نشر شده. شما اگه در ما خازم کشور هستم و حداقل 29 ولایت کار کردیم و بسیار خوب بلد هستم مردم خدا ما هم بلد هستیم. ما هم افغانستان هستیم. شما اومدیم شما در کاری میرین که او بشاره نه اینترنت داره و نه با سایت شما آشنایی داره. ناگزیر هستین که با ما بی اینترنت کار بکنیم. وقتی که نداره و پوشش اینترنتی موجه کار نمیکنه، ما در فیزیبیلیتی استادی موجه این مسئولیت های مدیریت ششمای ما نیست. این افغانستان شده یا ببین چون امروز شما در اعلامیه‌تون هم گفتین که لست ببین لست تعلیم و تحصیلات خوب باشه، ما خونه میتونیم در شش ماه همه چیز گلگلزار لست قرار بود که مطابق تقویم اینا به نشر برسانن و هم اگه ایراد انداخت خود به وجه پیدا کنه. اینا در وبسایت یک چیزی را انداختن، یک چیزی یعنی چیزی که بودن ببین ما توقع ما بود که لست به سطح محلات بره، به سطح محلات در ثبت نام تقویتی نشر شده و تصحیح هم شده. اینه دقیق برتون میگم، ما بخوایم اینه برتون بگویم. ببینید شما در پروسه چیزی که به نام تقویتی میگه که زیاد موفق هم نبوده، ولی ما به هر حال یک دستورد میدانه میشه در برنامه تقویتی اجازه بده اجازه بده گلزار میخواین اجازه بده در برنامه تقویتی شما کل یک برنامه تقویتی فقط در تمام کشور در تمام رسوالی ها نبوده، در تمام مراکز رسوالی ها بوده. نه اجازه بدین در تمام مراکز رسوالی ها من میگم برتون نبوده امنیت بوده. نه مجلس من میخوام امیر برتون بگم شما چه تعداد مراکز داشتین در تقویتی؟ میخوام امیر شما سوال کنم. من دقیق براتون میگم 10 بار از طریق مطبوعات گفتم 400 چند بوده؟ 408 مرکز. خیر ببینی 400 مرکز میتونه در 34 ولایت بسنده باشه؟ اجازه بدین ثبت نام شما تقویتی در سطح دنیا اصولش همین است. کسایی که سن سال 18 میشن، کسایی که بیجا میشن، زمینه و این زمینه بازی همین امکانات ما داشته. زمینه بازی ببینید زمینه بازی از ادامه برنامه پس از وقت. به ادامه برنامه خوش آمدید خانم ظریفی. سوال سوم باقی ماند با یک بحث بسیار مشخص، امی لست رای دهنده ها چرا به نهادهای مثل تیفا مثلا داده نشده؟ ما کنفرانس مطبوعاتی داشتیم، مراجعه کنین به آرشیفتان، اونجا نهادهای مدنی که حضور پیدا کردن
احزاب سیاسی کاندیدا وقتی که ما علنی اعلان کردیم که چقدر مراکز چقدر محل داریم و چقدر لیست رای دهنده به سیدیا رایت شد به احزاب سیاسی کاندیدای محترم وقتی نهادهای جامعه مدنی که در مجلس وجود حضور داشتن یا بعدن مراجعه کردن و در وبسایت کمیسیون اگر مردم دورترین نقطه افغانستان به سایت ما دسترسی نداره فیفا و تیفا میتونه که داشته باشه میتونستن مراجعه میکردن مردم همکاری میکردن ولی ما نشر یعنی به اختیار مردم قرار دهیم احزاب سیاسی کاندیدا نهادهای مدنی ببینید ما اول خوب میخوایم یک چلنج بتم خانم ظریفی که در اون جلسه که از ما کسی نبوده اگر کشید ریکارد شد ما میگم صحیح است یک درست یک اجازه بدید آقای ناصری شما افغانستان اجازه بدید یک دو اجازه بدید آقای ناصری برخلاف مسائل اجازه بدید دو لیست رای دهندگان به کسی ضرور است که رای میده بفهمه که در کدام محل ثبت نام شده ما توسط اعضای سیاسی و کاندیدای مردم و کاندیدای محترم و مردم افغانستان نه ما از کاندیدای را شنیدیم و نه از کمیسیون شنیدیم که رای دهنده بفهمه که در کدام محل رای میده و در کجا ثبت نام شما عیبزاده صاحب من برتان میگم دمی میز یاد دارم که ما را به حیث مدیران بسیار ضعیف خطاب کردیم ولی دیروز در یک مجلس شما تشکر کردین اجازه بدین که انتخابات به همکاری شما به همکاری مردم افغانستان به پیش بره ما به اندازه توان و امکانات بسیار به سربلندی میگیم چیزی که انتخابات موفق میسازه فروخته نشدن رهبری کمیسیون این شخصا اصلا با مردم با عزت افغانستان ذره ذره حساب دی هستم اجازه بدین ما فردا و پس فردا را در وضعیت فعلی افغانستان اگر کدام پیش بینی دارین شما بفرمایید ما به زمان میریم که زمان ثابت بسازه ببین همین انتقاداتی که ما میکنیم به نفعتون تمام شده قبول میکنین نه خواهش میکنم ما رو به وقت کار ما میموندین ما تایم لاین داشتیم ما مطابق تایم لاین پیش میرفتیم شما ولی اگر شما اشتباه تا نپذیرین موضوع برین خواهش میکنم ولی اشتباه تا اگر نپذیرین به ایمان که شما هنوز به وقت تو پای نبردین ولی شما از ما توقع اینترنت ما باید کنترل بکنیم امنیت ما باید ما نگفتیم امیان گفتین شما شما مطابق ظرفیت مردم برنامه تان تنظیم کنید و مدیریت کنید مدیریت درست است ما آگاهی آمد داریم از طریق 68 تلویزیون ما نگفتیم که شما اینترنت در رسانی ببرین برنامه تان مطابق واقعیت های مردم تنظیم کنین خلاص شما در شش ماه از ما معجزه بالاتر از این شما ببینید لطفا به تایملاین ما مراجعه کنید شما مامور هستین که زمین رایدی بر مردم فراهم کنید به حیث عسکر کمیسیون مستقل انتخابات در خدمت مردم است خلاص تا بال خود ثابت ساختیم بعدش از مردم با عزت خود از نهادهای مدنی که صادقانه با مردم افغانستان کار میکنن و در پهلوی مردم افغانستان هستند احزاب سیاسی وکیلای محترم نهادهای مدنی فعالین حقوق زن میخوایم که لطفا ما را در تطبیق پروسه انتخابات هم کاری بکنین تا دیروز یک روزم که در انتخابات ما هنوز از مدیریت پرسان میشه ولی خوشبختانه با بسیار تلاش که ما تانستیم که تامین اکنون خواسته هایی که مردم از پروسه نظر به تایملاین داره تقریبا ما موفق هستیم ولی هیچ گاهی تا وقتی که ما یک نتیجه خوب با مردم ندیم ما قضاوت با مردم میگذاریم ولی در ظرف 6 ماه مطابق تایملاین هر آن چیزی که به مردم خود تعهد داشتیم اجرات خود و فردا و پس فردا رو ما قضاوتش نمیکنیم قضاوت با مردم میگذاریم و از مردم تقاضا میکنیم که ما را کمک بکنن رسانه رو میخوام کمک بکنم تو یک انتخابات خوب داشته باشه بسیار تشکر و از بخش های امنیتی تشکر میکنیم در انتقال مواد ما را کمک کردن ازشان خواهش میکنیم تعهد دارن که در روز انتخابات و پس انتخابات ما را کمک کنن تا یک برای زنان شما چی کار کردن؟ برای زنان چی کار کردن شما؟ 14,000 محلتان با مشکل به زنان چی کردن؟ ما با چی کار کردن که امروز با این چالش ما چی کار کردن؟ اجازه است تشریح بکنم از شما اجازه بخوام اجازه است تکرار میکنم لطفا وقت بدین بفرمایید ما بیشتر از 11,000 محل رایدهی در سطح افغانستان داریم 11,000 محل رایدهی در حدود 1400 محلات رایدهی ما کارمندان زن پیدا نکردیم شما فکر میکنید که در حدود 12,000 بالاتر کارمند زن پیدا شدن یک کار ساده است این ما مدیون خود نیستیم ما مدیون زنای افغانستان هستیم ما مدیون ریاست های امور زنا نهادهای مدنی حج و اوقاف نهادهای مدنی هستیم که دیگر ما را کمک کردن درست. در افغانستانی که ما مشکل ناامنی داریم و اینقدر یک مشکل داریم و اون مشکل هم عاجل فیصله کردیم که از متنفذینی که مردم محل کاملا به او باور دارن ما این فیصله صادر کردیم کارمند با محسن در اونجا انتخاب شد و پروسه پیش بره و اینمی توان ما بوده این توان ما را ما به جرات به مردم افغانستان میگم اگر چالش است انتقاد است میپذیریم و شما بفرمایید ما چیزی که در توان ما بود همین انجام دادیم در یک افغانستان بیشتر توانایی نداشتیم بله بله با جرات میگیم
گپ شما رو هیچ قبول نمیکنم ایبزاد است. ببینید شما برزنای هیچ کار نکردید. خدا برزنای کار نکردید. چی کار کردید؟ 12000 محل زنانه کارمند زن انتخاب کردید. روز شنبه ببینیم چی کار کردید. روز شنبه کلی شاهد میشه که چند نفر زن اشتراک میکنه. اگر برقم بازی صورت نگیره. وقتی ما در انتخابات موفق هستیم که تو ما را کمک بکنی. رسانه ما را کمک بکنه. مردم افغانستان کمک کنه. منفی گرایی ها کم تر باشه. دستای کاری خود کمک میکنه. بالاخره اینکه مردم افغانستان ایوب زاده صاحب از ما معجزه میخواد ما معجزه نمیتونیم. شما این را تعهد میکنیم که با مدیریت قوی در وضعیت فعلی افغانستان ما کارهای خود انجام دادیم. با شما اطمینان میتیم پاک هستیم، صادق هستیم، مبرا از هر نوع فساد هستیم. ما شخصا از خودم بیخی برتان ضمانت میتونم. تاریخ افغانستان حتی نهادهای بین المللی تبصره کردن که مشترا کارهای خوب داشتن. یک روز بعد شما پیش از پیش دیگه ما را واکم بگیرید لطفا اجازه بدید. عملتون حرف میزنه. خودتون نگین که سر عملتون حرف میزنه. ما تا بال عمل ما حرف زد. شما در جلسه پیش از عمل ما تشکر کردین. ببین اجازه بدین. ما هر دو طرف شکر در مورد صحبت میکنم. شما بر زنا کاری که بعد میکردین نکردین. بسیار تشکر. شنیدیم نگرانیتون زیاد شد یا کم؟ بله. با اونچه که شنیدیم در همین بحث نگرانیتون بیشتر شد یا کمتر؟ ما بر مبنای معلومات و کسی که فرزند در نیم خاک زندگی میکنیم و شرایط هم درک میکنیم. همون چیزی که بحثای تکنیکی و اینا را به اصطلاح جناب آقای ایوب‌زاده گفتن، خب همه ایشان حاکی از چالش ها و گرفتاری است. اما یکی از مکلفیت های همه ما هستن جهل کی میکنه؟ قماندانی امنی هم میکنه، والی میکنه، ولسوال میکنه، کسای دیگه که در سر سایت هستن. ما خواهش ممیز که همه باید خود بسپارن که جدا به مکلفیت ملی خود عمل بکنیم. ما مکلفیم. ما همون تیم رو که فرزن، همون شخص رو که مورد علاقه ماست باید رای بدیم. اما ما یعنی وظیفه را ندارم، یعنی مکلفیت را ندارم. مکلفیت دروغ و کاذبه که باز بریم در امورات کار مداخله بکنیم. مطابق با قانون کسی حق نداره که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مداخله بکنن. هم کاری ضرورت است. یعنی وضعیت یعنی کشور است. ما چیزی که میخوایم با صراحت بگم از کل مردم افغانستان و عبارت عزیز که تا دیروز از وکلا به اصطلاح در دوره 16 شکایت داشتن، در دوره 17 بالفعل شکایت ها به اوج خود رسیده. مقصر کیست؟ مقصر کسانی هست که او وکیل انتخاب کرده. مثلا ملیح حسن به اتهامی از اینکه رفته اون بیچاره در گوشه زندان افتاده که من قضاوت کردن نمیتونم. خب وقتی که او محکمه میشه چرا حکومت فاسد او وکیلی که رفته با رأی جعل و تقلبی در پارلمان افغانستان نشسته چرا دست از رو نگرفته نکشیده؟ این مشکل هست این مملکت. شما دیدین در دوران کمپین ها با کمال تاسف همین صحبت هایی که میشد واقعا مطابق معیارهای کمپین ریاست انتخابات ریاست جمهوری بود. فکر میکنید انتخابات ریاست جمهوری کمیشنرهای فعلی هم با همین سرنوشت مواجه میشن، خودشان زندانی میشن ولی کسانی با جعل و تقلب میان در رأس نظام؟ بدون تردید جعل و تقلب وجود داره. ما نمیتونم که به اصطلاح بگیم که نه جعل و تقلب نیست. سردال به اصطلاح نشانه ها و علامت هایی را بیان کردن جناب آقای ایوبی. خوب بر مبنای یک معلومات گپ میزنه اینا خو نمیشه که معلق در هوا گپ بزنه. با تمامی ازی وقتی که ما قاعده بازی رو قبول کردیم، همین رو من خدمت شما یادم، وقتی که ما قاعده بازی رو قبول کردیم که خود کاندید کردیم، خود که کاندید کردیم مردانه به پای صندوق های انتخابات بریم. چیزی که حق و ظرفیت ماست باید روی دعا داشته باشیم. فردا اگر شکست خوردیم، شکست و باختن و پیروزی در تمام انتخاب ها یک انتخابات یک معیار است. هم شکست وجود داره هم پیروزی وجود داره. ما نمیخوایم خدای ناخواسته با کسی توهین بکنم. به این اساس است که مطابق چارچوب قانون ما جز چون عضو ولسی جرگه افغانستان هستم و عضو قوه مقننه هستم در چارچوب اخلاق قانونی و حقوقی گپ میزنم. در غیر از او من میخواستم بسیار گبایی بگم که با کمال تاسف در بعضی صحبت هایی که شد جدا برخلاف اخلاق بود، برخلاف قانون بود، برخلاف معیار بود، برخلاف به اسلام شرافت جدی نظام و امثال ذلک بود. همه ما مکلفیت داریم در اینجا. ما به همین دلیل که در هیچ تیم تانوز مثل همون دوره قبلی با اینکه تقاضاهای متعدد صورت گرفته بی‌طرف هستم. چرا؟ به خاطر از اینکه ما نگرانی که دارم با کمال تاسف و عبارت عزیز که روزی شنبه مردم افغانستان به پای صندوق انتخابات میره
بعد از یک هفته بازنویس شما شما که چی خنکشی های در همه میدیا صورت خواهد گرفت و چه قرآن هایی را بلخه بنا حق این تیم بر نفع از او اون دیگری بر نفع دیگری خواهد خورد. از این جهته که ما در وارد از بازی نشدیم، ولی مکلفیت ما ایجاد میکنه که مردم افغانستان تشویق بکنم که جدا بیاییم به پای صندوق های رای بریم با تمام چالش هایی که وجود داره. نیروهای امنیتی فداکاری خود انجام داده، سرداران 24 ساعت اینا در سنگر دفاع از مردم قرار داره. این گپ ساده نیست که گپ ساده است، یعنی به اصطلاح مکلفیت نیروهای امنیتی. اما کی انتخاب میکنه کی انتخاب نمیکنه، خود رو باید عقل داریم، شعور داریم. وقتی که با ما میکنیم با مکلفیتی در چارچوب قانون به همون میزان رسیدیم که ما حق مدنی پیدا کردیم، میریم به پای صندوق های انتخاب، کاری نکنیم که فردا باز پشیمان شویم. درست. یک بحث مهم میره که آقای ابزاده گفتن، مثلا تناقض بین نفوس و تعداد رای دهنده. پاسخ خانم ظریفی داشتن، اگر ثابت شود که همون یک گپ صورت گرفته، مقصر همه کی است؟ در شرایطی که خانم ظریفی میگه ما فاسد نیستیم، پاک هستیم و ما تلاش میکنیم که از امتحان موفق به در بیاییم، اگر می ثابت شود کی مقصر است؟ دقیقا کمیشنر محترم کمیسیون انتخابات کمیشنر مقصر خواهند بود. بله، به خاطر اینکه آمار دادن. درست. حالا چی باید صورت بگیره؟ ممکن است نمونه های دیگه هم وجود داشته باشه به علاوه مثالی که آقای جدا ما به همین دلیل که ما در اما اولی به ورودی در بس تقاضا کردیم که جدا کمیشنران محترم کمیسیون انتخابات بر مبنای مکلفیت ملی و سوگندنامه ای که یاد کردن، یعنی به سرنوشت افغانستان به جایی نبره که فردا یک تیم دیگر نشسته. شما دیدین دیگه، با کمال تاسف باید بپذیریم فرزن کسی که دیروز در خیمه لی جرگه و آمده از یک تیم انتخابات تیم کاندید حمایت میکنه، بسیار کار درست مطابق با قانون، هر کسی حق دارد کسی دارد. در عین حال همو آقا رفته در صف آقای کرزی نشسته که او اساسا هیچ انتخابات قبول نداره. او سردال به اسلام میگه که میگه موضوع تاخیر انتخابات نمیگه، تعلیق انتخابات. اینی چالش ها در سر مملکت در این مملکت وجود داره. با تمام از این مکلفیت همه ماست که جدا مردم تشویق بکنیم و بیشترین مسئولیتی که اینجا متوجه به علاوه کمیسیون محترم انتخابات که اداره و مدیریتی از این بر عهده داره که اینا تعهد داره در قبال صادق آدم بودن واردیت بازشتن تشکر تیمه هایی است که با هم دیگر رقابت کرده که باز کسی تشویق نکنه که خدای نخواست افغانستان رو ببریم به یک طرفی بحران دیگر که باز درست. مثل همین انتخابات ولسی جرگه باز بیایم جمع کردن. تشکر. بعد از وقفه ادامه برنامه رو فراموش نکنید. به ادامه برنامه خوش آمدین. خانم سراج، با توجه به آنچه که شنیدیم، کمیسیون چقدر تا حال نشان داده که بی‌طرف است، دقیق هست و فاسد نیست؟ ببینین امی، من میفهم که ما با میگالت رسیدیم که حالا میخواییم که یک علا و بلا رو بگردن یک کس پرتیم نی که پلانی اتر کرد، بزمدانی اتر کرد، بزودگه اتر کرد. مگر امی اصلا اگر ما شما ببینیم امی کمیسیون راستی بسا وقت کم داشت جدی که می تمام از این مسئله را درست کنه. ما بسیار کلان پریشانی ما سر از این موضوع بود، به خاطر از اینکه ما کل ما می فهمیم، امکانات افغانستان هم می فهمیم، کپاسیتی مردم خود هم می فهمیم، تمام از چیزها را می فهمیم دیگه. این خود جادوگری نیست که باز ما از یک جای پیدا می کنیم چیزهای فوق العاده و خارق العاده را و کمیسیون رو به دستش می تیم بگین حالا کمیسیون دیگه تو برو کارایت بکن. اما برای مدتی که اینا داشتن و رقمی که اینا کار کردن، به نظر ما تا به حال خلاصی کار فوق العاده دیگه باقیشه که اینا آیا یعنی صادق هستن و یا نیستن دیگه، این مسئله است که باید بعد از انتخابات ما باید ببینیم. در غیر از ما امیال خود نمیتونیم که ما بشنیم سر از اینا قضاوت بکنیم. درست. یک مورد مهم، شما رو میگن ساختار کمیسیون تقلبزا است و این ربط زیادی با افراد هم نداره، این که افراد فاسد هستن یا نه. مثلا اختلاف های درونی در کمیسیون گزارش شد. بله. شما شاهد هستین که در مورد تقرر یک فرد رئیس کمیسیون یک سند به کمیسیون اصلاحات اداری یک مکتوب فرستاد و رئیس دبیرخانه یک مکتوب دیگه. پس معلوم میشه که اختلاف ها وجود داره. همین اختلاف ها راه را به کجا باز میکنم؟ در نتیجه یک انتخابات بد نخواهیم داشت؟ ما این سوال از پیش هواجان نورستانی کردیم و از اونا پرسان کردیم این مسئله را. هواجان بسیار یک جواب خوب دادن.
اواجان گفتن که شاید در شروعی که وقتی که ما میشینیم به دور میز ما شاید نیمی مسائل داشته باشیم که یک امرای دیگه خود به سر باز مسائل جور نبیم، اما در آخر روز وقتی که وقت نتیجه میایه ما کل ما با یک راه و با یک راه یا شاید نزدیک با موی عینی راه روان باشیم. این ولی ای هم خب عجیب است، باز هم ما انتظار داریم از کمیسیون انتخابات. چرا؟ در حالی که در تمام افغانستان شما مقابل متر یک مشکلات برابر هستید، در کجای از این مملکت شما دامن ادان وزارتخانیتان، وزیرتان و معینتان و هیچ کدام از اینا یک امرای دیگه خود عین گپر نمیزنند. هر کدام از اینا مربوط گروپ های مختلف هستند و ذریع قوت های مختلف به کار گماشته شدند. اینا از ما را برباد کردند، افغانستان را برباد کردن سر از نمی کار و اینال اینمی چیز امکانات از این داره که امی انتخابات هم برباد کنه، امی کمیسیون هم برباد کنه، امینا رو هم بدنام کنه، تمام از اینا. مگر این یک نرم شده دامن زندگی مردم افغانستان. حالا کل ما اینمی رقم کار میکنیم، کل ما هر چیز میگیم، هر رقم گپای عجیب غریب میزنیم، طرفداری های چتی میکنیم، نظر به قانون رفتار نمیکنیم، قانون ها را نمیشناسیم، وجدان های ما نمیفهم چی شده، در جای رفته خو. به ادامه برنامه بسیار خوش آمدین خانم ظریفی. شما داستانی را میگفتین در مورد بغلان، قصه ای را برن. خب او را در جریان وقفه تشریح کردم و داستان باز هم ایمیل های کس ما با میدیا شریک میکنم. میشه که بگین چون مردم خب خیر فرق نمیکنه، ما سعی کنین یگان وقت به خاطر عزت یک پروسه، به خاطر برنامه های کلان در بحث های خود ما به جزئیات نمیریم، درست است؟ این اصول ماست. انتقاد تا پای جان میپذیرم تا سرحدی که ما به سرحد تحقیر و توهین نباشه. اجازه بدین هر کسی که خیانت میکنه سرنوشت کمیشنرهای گذشته است، فکر میکنم کدام 5 سال و 10 سال هم تیر نشده که فراموش ما شده باشه. ما به عزت، به عزتمندی خود باور داریم، به خاطر عزت خود تلاش میکنیم، به خاطر عزت مردم افغانستان تلاش میکنیم. هر گاهی که تاریخ، مردم، نهادهای مدنی قضاوت کردن، اسنادی بود، باز قضا است، باز سرانوالی است، باز زندان است. درست، تشکر. آقای ناصری، اگر انتخابات مثلا در انتخابات دستگاه کار نکنه، فهرست را اعتبار بتن، همین بحث چقدر میتونه جنجال را بسیار بزرگ بسازه، انتخابات را به بحران ببره، بایومتریک خط سرخ نباشه مثلا، در این صورت چی میشه؟ بسیار مسئله مهم و باریکی قضیه هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ تکنیکی در همینجاست. یکی از مواردی که بسیار مهمه، من میخواهیم یادآوری بکنم خدمت شما، بالفعل خارم ظریفی همینجا تشریف دارن، در درون کمیسیون تا اونجایی که ما اطلاع پیدا کردیم و عبارت است که دو تا دیدگاه در یک موضوع وجود داره بین کمیشنران محترم. بله. به همین دلیل که نگرانی عمیق وجود داره بین کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات، که بعد اینا در نشست دیروزی که داشتن گفت هر مورد اختلافی که پیدا شد باز ما خود ما میشنیم به شکل مشارکتی و را حل فتی. یکی از مواردی که وجود داره و عبارت عزیز که هم از لحاظ تکنیکی مشکل داره، هم از لحاظ حقوقی، همین موضوع شما فرضاً در یک ولایت نامش بگذارین، بایومتریک معنایش چیه؟ بایومتریک معنایش همیست که به اصطلاح تمام مشخصات افراد از لحاظ سر انگشت و صورت و چهره از او شناسایی میکنی، میشه بایومتریک. این معنایی همی که به ذهن همه باید باشه. اگر تنها ما یا کسی که مراجعه میکنه اینجا رای میده سر انگشت خودم میگذاره، ولی عکس خود اجازه نمیده، بایومتریک معنا نداره، بایومتریک صدق نمیکنه، شاید رایش هم اعتبار نداشته باشه. همین رو میگه. اینو شما چی میکنین؟ و در صورتی که واقعیت موجود افغانستان این میس، با کمال تاسف در قسمت خصوصا در مورد زنان بله، در قسمت زنان در بعضی ولایت ها اجازه میده که به اصطلاح هم سر انگشت بگذاره هم صورت بگیره، گبی نداره، خب بایومتریک است چون قاعده بازار قبول کرده. در بعضی ولایت های دیگر با کمال تاسف قضیه برعکس است، فرزن می آید چادری در رویشان، خب سر انگشت همینجا مراجعه میکنه میگذاره، ولی عکس نمیگیره، شما چرا قمی رو بیت تشخیص. یکی از مشکلات اساسی که وجود داره در قسمت سیستم با کمال تاسف، یعنی میشه قاعده خیلی کوتاه خانم ظریفی به می نگرانی بپردازن، اگر کسی حاضر نمیشه که عکسش گرفته شود خصوصا خب. زنان متاسفانه ما داشته ها و تحقیقات نهادهای ملی و بین‌المللی داشتیم،
او یک سرخط کاری به ما بود که ما چگونه میتونیم که تقلب جلوگیری بکنیم. درست. به اساس امو یافته ها و داشته ها و ای که ما با مردم افغانستان تعهد کرده بودیم که باید از تقلب جلوگیری بکنیم، ما فکر نمیکنیم که در عین زمان در شرایط فعلی ما تمام بحث ها را مدیریت بکنیم. اگر ما تقلب مدیریت نکنیم، تقلب مدیریت نکنیم، ما مثال دادیم براتون که فرزند در یک جای میرین 3-4 محل مردان است و یکی دو محل زنان است. در محلات مردانه وقتی که مراجعه میکنی 14 رای، 17 رای، 15 رای، 16 رای، وقتی که در محل زنانه مراجعه میکنی 380 رای است. و ما با مردم هم وعده کردیم که بس تقلب جلوگیری میکنیم. بیاین یگان دفعه به خاطر اعتماد سازی، به خاطر شفافیت، خدای نخواسته باشه، خدای نخواسته به یک چیزی ما از دست میتیم، عکس زن از نگاه شرعی و قانونی افغانستان ما مشکل نداریم. وقتی که در تذکره زن عکس میگیره، در پاسپورت عکس میگیره، در سفر و حج عکس میگیره، در موضوع میراث و نکاح عکس میگیره، مشکل نیست. ولی بله، ما مشکل سنت ها را داریم. درست. مشکل سنت ها یک چالش است. این ما مردم افغانستان میگیم از ما توقع داشتن که ما باید تقلب جلوگیری بکنیم و حال از مردم با عزت افغانستان در هر جایی که زندگی میکنن خواهش میکنیم امو رقمی که به عزت عضو خانواده شما که زنان هستند اونا را میبرین جهت عکس پاسپورت به مراسم حج، میراث، مریضی یا تذکره و مسائل دیگه، لطفا در انتخاباتم این ما برتان اطمینان میتیم که عکسشان محرم است، پروسی بایومتریک است، بیاین به خاطر شفافیت انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات همکاری بکنین که این صدا را ما سر مردم افغانستان، سر نهادهای مدنی، سر متنفذین علما و همچنان شبکه‌های زنان هم داشتیم که در این مورد ما را کمک بکنن. اگر این کار را نکنن، حاضر نشن که عکسشان گرفته شد، چی میکنن؟ من پیشتر برای شما گفتم. در یک مدت کم در وضعیت فعلی افغانستان ما نمیتونیم که چندین چیز یک جای باید به دست بگیریم. همین شما مردم افغانستان در رابطه با کاهش تقلب از ما درخواست کردین یا نکردین؟ اگر درست. ما این باز میمونیم یک منفذ بزرگ تقلب بود. درست. ما ناگزیر بودیم و از مردم افغانستان از تمام نهادها تقاضا میکنیم که در این پروسه ما را کمک بکنن. بله. ولی نتیجه را در روز انتخابات ما و شما میبینیم. درست. اگر یک کسی حاضر نشه عکسش گرفته شود، رئیس اعتبار نداره. خب حرف نهایی هم است که ما طرز عمل لایحه که تصویب کردیم مطابق قانون انتخابات و در قانون انتخابات ها آمده که پروسه های انتخابات بعد از این کاملا بایومتریک باشه. درست. ما نظر به کمی وقت، نظر به اینکه متخصصین بین المللی گفتن که حداقل شما 12 و 18 ماه وقت داشته باشین و این طرف برداشت بلد. از وضعیت فعلی افغانستان که اگر ما 18 ماه بعد انتخابات بکنیم یا 12 ماه وضعیت به کجا میره، ما بایومتریک در قانون انتخابات افغانستان قبول کردیم. درست. و ما ناگزیر هستیم که باید عکس یک گزونی یک بخش از بایومتریک است ما باید داشته. اگر حاضر نشه ولو رأی هم بده رأیش اعتبار نداره. خب متاسفانه کسی که تا پای صندوق های رأی بیمه برتان اطمینان میتونیم که حتما عکس هم میگیرن و سایت های زنانی ما درست. بیشتر از 10000 سایت کارمند زن داره و کسی که عکس میگیره او زن است. درست. اگر حاضر نشه رأیش اعتبار نداره. خب ما فکر نکنیم که در افغانستان زن از زن روی بگیره. ای با تلاش ما از کاندیدای محترم تقاضا می‌کنیم. خب یک احتمال است خانم ظریفی، اگر حاضر نشه احتمالات هم می‌گذاریم در روز نتیجه. درست است. ما از کاندیدای محترم، از اعضای سیاسی، نهادهای مدنی و مردم افغانستان کمک می‌کنیم که وقتی که در جایی که زن از زن تصویر یک خانم می‌گیره، لطفاً در این پروسه باید ما همکاری بکنیم. تشکر آقای ناصری. ما بحث تکنیکی رو به اصطلاح خدمت شما یادآوری کنم و تفصیل دادم. از لحاظ حقوقی با توجه به اینکه بحث حقوقی است دیگه. بله. بحث حقوقی است. با توجه به اینکه اصل در انتخابات بایومتریک است، درسته؟ و بایومتریک هم خدمت شما توضیح دادم، توضیح به اصطلاح مطابق با فهم عرف که معنایش چی هست. از طرفی آمد بخش از قضیه را قبول کرد، کسی بخش دیگرش قبول نکرد. سرنوشت این رأی چی میشه؟ شما دیدین که به اصطلاح یک قلم خوردگی بله. در انتخابات تعیین هیئت اداری در ولایت جرگه 45 شاوروز آب از گلوی همه ماها به اصطلاح پایین نرفت و خوشی و خشک شد. بله. اون وقت فردا این بحث کلان سرنوشت ملی تعیین زعامت ملی داداریم کارش با کجا کشیده میشه؟ از این جهت است که باید فیصله بکنن. بله. سر از حالا فیصله بکنه. او کسی که میخواد رای بده رای نده، احترام باید به قانون بگذاره. درست. کسی که نمیخواد فرزند عکس خود ببینه عکس بده. درست. پس بنابراین نباید بره در پروسه شرکت بکنه. تشکر. ولو کم میاره. بله. از این جهت پس بنابراین شما نمیتونید قانون دور بزنید. بله. و فردا یکی از چالش های عمده بر سر رای بزرگ برگزار انتخابات با کمال تاسف این بحث میشه که با آیا عکس در جامعه سنتی افغانستان یک مانع کلان است یا نیست؟ و از جانب دیگه به عنوان یک فعال حقوق زن به زنان چی میگین در مورد همین؟ ما این مسئله را وقتی که شنیدیم برای ما گفتن از خاطر موضوع عکس،
ماندار اولین سوالی که به کلیم آمد که گرچه که بازور نظر به چیزی که میگن که بشنر سب من برکل فامیده میتانم جدی که مسئله وقت بود و راستی امکاناتش نبود مگر خوب روی دنیا امی بایومتریکا چیزهای مختلف دارن میتونن که فقط چشم بخوانن و یا امو چی رو ببینن اجازت از این نیست برزی که زنان میتونن قدر خود چشمشان خوانده شوه و اینمی خوی اگر راه دیگه شاید مخصوصا چشم موجود داشت و یگانه چیزی که باز ما ایران مانده بودم در مشاوروز عبارت از این بود که خو دامن از کمیسیون خو تمام زنای افغانستان بودن زنای بودن که از درباره انانات و رسوم ما مردم میفهمن اینا چطور این مسئله را پیشنهاد نکردن و یا اقلا نمی موضوع مطرح نشد دامن از کمیسیون مگر خب بازم چون که امیال امی موضوع شده و گفته از اینا که وقتی که ما میخواییم که از تقلب ما جلوگیری کنیم دیگه بسیار ما راه های چاره شاید فاق‌العاده به شما نباشه یکی شمین هست باز از خاطر ما برای چیره که ما برای زنها گفتیم عبارت زمیست که راستی از این مراکز رایگیری یک تعداد زیادش زن هستن که پشت سر از این ماشین ها استاد هستن دومی که امی ماشین ها وقتی که امی عکس هم میگیرن این خود ماشین قرد میکنن بله. یعنی این جمله چیزایی نیست که بازی کشیده میره و چاپ کده میره و بر کل دنیا میتن نه او را ماشین همون ثانیه قرد میکنه و او را هیچ برای هیچ کس نشان نمیتن فقط اونمون رای از مادم حساب میشه اما بازم چیز رقم گپی که وکیل سب زدن چون کل مسئله قانون است حالا اگر اینا نمیتونن امیر راستی قبول کنن باید که خود از آمد هم نتن که نبین که با پسان نشینن دوام نکنن درست. اما در غیر از او ما معلومات برشان دادیم که این ماشین درست. هیچ چیز نمیکنه انتظار میره که یک شمار کلانی بله. از خانم ما اشتراک بکنن بله. و حاضر شون اکس حاضر شون و کدام گپ نداری بسیار تشکر چون با پایان برنامه وسیم خانم ظریفی اطلاعات متناقضی منتشر میشه قرار است 48 ساعت بعد از انتخابات چی را اعلان کنن تشکر بسیار زیاد اعلان نتایج مطابق طرز العمل و لایحه به سایت ما مراجعه کنید تکمیل در 27 چیزی را اجازه بدین سوال تو نگرفتم چیزی را که ما می‌خواستیم اعلان بکنیم هر یک ساعت بعد درست. از طریق سرور سقف رای به چه تعداد است ما به مردم افغانستان اعلان میکنیم درست و همطور درست نامزدان دسترسی دارند کاملا نامزدان از همی یک رای که داده میشه یوزر برشان داده شده در یوزر ها مشخص است و همی برنامه و سایت خود در ملوک ساخته درست. کمیسیون حق دست زدن و دستکاری که باز در یوزر یادم و برنامه و پروگرام سایت که تغییرات بره ما این صلاحیت هر یک ساعت بعد برسانه هم شریک میسوزن کاملا ما در برنامه های خود داریم حتما شما در جریان قرار میگیرین در روز انتخابات مطبوعات لایف نشرات خود داره ما برنامه های خود داریم کاملا که حتما توسط یک نامه یا حتما به شما اطلاع داده میشه درست بسیار تشکر خیب زاده چیزی اضافه میکنین در آخر فقط آرزو میکنم که هر آنچه که میگیم اگر منفی است عملی نشه اگر مثبت است عملی شه و انتخابات بتونه به وجه بهترش برگزار شه تلاش ها صورت گرفته نمیتونیم نایده بگیریم ولی در کشوری ما زندگی میکنیم که چند بار با این مشکلات مواجه شدیم بحث قانون مطرح کردن ما چیز نمیگم ولی در قانون هم تنها در مورد بسته تکنولوژی صحبت شده بود اما او استفاده نشد درست او قانون هم یک 100% عملی نشد بله. ولی در نهایتش امیدوار هستیم که کل مردم از خود شجاعت نشان بتن کسایی که واجد شرایط است برن در انتخابات اشتراک کنن چی مرد چی زن و اشتراک در انتخابات یک جرات میخواه یک شجاعت میخواه یک همت میخواه نباید اینا باید سرنوشت خودشان تعیین کنن با رفتن به طرف بسیار تشکر آقای ناصری بسیار کوتاه نقش مردم در جلوگیری از تقلب چیز حد 10 ثانیه بسیار مهم تعیین مردم و تصمیم مردم و به همین جهت که ما تاکیدیم همیست که همه ما تصمیم بگیریم که جدا آنچه که مطابق با قانون حق داریم از حق خود استفاده بکنیم بلد. و در غیر از اون مداخله نکنیم بسیار تشکر از حضور مهمانان برنامه سپاسگزار از اینکه به برنامه آمدین و تشکر از همه بیننده ها شبتان بخیر